شمس هم میتونی انتخاب کنی. مگه نگفتی هر اتفاقی افتاد بهتره واسه جفتمون بیفته؟ دوست دارم. من بیشتر. چند لحظه لطفا. پرنده سیاسی بودی؟ بله. چرا برگشتی؟ نامزدم اینجاست. من همه این سوالا رو قبلا تو سفارت ایران جواب دادم. فکر نکردی دستگیر میشی؟ به هر حال باید میومدم. به امتحانش میارزید. میتونی بری. مسافرین موسیقی پرواز شماره 800 هواپیمای جمهوری اسلامی به مقصد ترکیه و به شماره دریافت کارت پرواز و تحویل بار به کارت مربوط کالج فاریه. هنوزم دستا عرق میکنن. آره هم سردن هم عرق میکنن. حسابی کلافم کردن. اینو از یه دکتر پوست کوپنهاگ گرفتم. فکر میکنم بهتر از اون داروی باشه که مصرف میکنی. مرسی. خب بگو ببینم چه اتفاقی افتاده. من 3 ماه دارم بهت زنگ میزنم، میل میفرستم، نامه می نویسم، هیچ خبری ازت نیست. مادرتم تا صدای منو پای تلفن میشنم تقریبا گوش تلفن رو من قطع میکنه. بگو ببینم من کاری کردم؟ چی شده؟ خیلی دیر اومدی سامان. چی؟ من ازدواج کردم. چی کار کردی؟ بهت نگفته بودم چون نمیخواستم برگردی ایران و دوباره بیفتی تو دردسر. ولی برادرت میدونست. متاسفم. بشین. تبسم. دوستش داری؟ آره. دوستش داری؟ آره.
چرا جواب نمیدی؟ تو هم مثل بقیه خفه شدی؟ این روزا دیگه صدا از هیچ کس در نمیاد. تقصیر شما هم هست. اومدین بی خودی یه ذره آرت و پورت کردین و از اونی هم که بود بدترش کردی. اگه وقت کردی یه سری برو کوی دانشگاه ببین چجوری همه ماستا رو کیسه کردن. هم دوره یه جده کرتوفاکشون ریخته. بقیه هم یا تو تب نشگی یا خماری. میدونی یکی اگه بابک یه دودکی ارزون بخواد باید بره کجا؟ کوی دانشگاه. میفهمی یعنی چی؟ سامان با تو هم و؟ سامان؟ چرا جواب نمیدی؟ تو داری چیکار میکنی؟ سامان؟ الو سلام، چی شده؟ هیچی، فقط سامان کمی حالش خوب نیست. یعنی چجوری بگم؟ خودکشی کرده. زنده است؟ بله زنده است. خدا رو شکر خطر برطرف شده. کدوم بیمارستانه؟ میخواین بیاین؟ اگه شما رو ببینه خوشحال میشه. من فرودگام نباید میرفتم. ولی حالا که رفتین. هنوزم دستات عرق میکنه. شاید تقصیر من باشه که بی موقع برگشتم خونه. نه منظور من اینه که این دفعه تو خیلی خوش شانسی آوردی و اون بد شانسی. بیژن خیلی باید مواظبش باشی. باش حرف میزنی؟ تو رو خیلی بیشتر از من قبول داره. حرف زدم با آدمی که ذریب هوشی بسیار بالایی داره کار من نیست. چون اگر من بهش بگم که زندگی زیباست و آسون بگیر و از اینجور حرفا به من میخنده. چون فکر میکنه که خیلی بیشتر از من میفهم. خب میفهمه دیگه. تو خفه شو. ازش خیلی خطرناکه. میدونه ما از هم جدا شدیم؟ گفتم موقتیه. تو یه فرصتی خواستی با خودت کنار بیایی و برگردی. به این سلام برسون. بگو خیلی دلم واسش تنگ شده. هر وقت مرخص شد بهم یه زنگ بزن. یه قرار بذاریم. پس چرا اومده بود فرودگاه؟ من احمق ازش خواسته بودن بیاد. فکر میکردم اگه موضوع از زبون خودش بشنوی راحت تر میتونی باش کنار بیای. نمیخوام آرومت کنم ولی باور کن تمام قشنگی عشق به همین جدایی و فراقشه. اصلا معشوق آدم باید دست نیافتنی باشه. مزخرف نگو. مزخرف چیه؟ تو به زندگی منو ناهید نگاه کن. خودت میفهمی چی میگم. تو شوهرشو میشناسی؟ غریبه نیست. یکی از همدانشکده‌یاتون. کی؟ چه فرقی میکنه کیه؟ شوهره دیگه. میخوام بدونم. شهر به پا نکنی ها؟ کیه؟ حمید صراف. حمید صراف؟ وقتی بهت احتیاج داشت کجا بودی؟ من فقط سوالم اینه مادر، چرا با حمید؟ بعد تو چند بار اومد خواستگاریش ولی همیشه جواب رد شنید. تا اینکه پارسال تبسمو تو جشن تولد دوستش گرفتم و دیگه هم ولش نکردم.
پرونده سیاسیشو دوباره در آوردن. اینقدر اینو بردن و آوردن که بچه‌م زله شد. موقعی که حمید به دادش رسید دیگه نتونست بهش جواب نبده. فکر نکردین این بگیر و ببند زیر سر خود حمید باشه؟ چطور؟ اون به من کمک کرد از اینجا فرار کنم و پناهنده شم. خودتو با این حرفا اذیت نکن پسرم. اون میخواست تبسم صاحب بشه که نتونست. تبسم دلشو گذاشت زیر پاشو رفت خونه حمید. بچه‌م نمیدونی چه حالی بود، انگار داشت با خودش خداحافظی میکرد. سامان، برو دنبال زندگیت پسرم. تبسم فراموش کن، نذار زندگیت مثل دخترم تباه بشه. نه عزیزم، قربون اون شکلت برم، تو شامتو بخور. من باید دارم تا هتلی مهمونان که از دبی مادر رو ببینم برگردم. ای تبسم، یعنی من به تو دروغ میگم؟ باز توهم برات داشتا؟ آره عزیزم، قربون تو برم، عاشقت، من کار دارم، خدا حافظ. یه امضا لطفا، فوریه. هرکی پول میخواد فوریه. مرسی. ببخشید، یه آقایی به اسم سامان فنایی بیرون نشستن، میخوان شما رو ببینن. کی؟ سامان فنایی. با 5 سال پیشت هیچ فرقی نکردی، فقط یکم لاغرتر و همچین در پیتیتر شدی. ازدواج که نکردی ها؟ نه. باریکلا باریکلا، خوشم اومد. تا میتونی ها زن نگیر، اگرم میگیری یه دونه نگیر. باور کن بین این همه زن و دختری که تو این شهر ریخته ها، یه دونه رو که انتخاب کنی 1000 تای دیگر از دست دادی. میگیری چی میگم؟ تو چرا زن گرفتی؟ واسه خنده. از زندگیت راضی هستی؟ چطور؟ انگار زنت راضی نبود. منظورم نام زدم. کجا دیدیش؟ فرودگاه دیدمش. گفت که دوستت داره، ولی متاسفم برات. چرا دست از سرش بر نمیداری؟ چرا طلاقش نمیدی؟ تو که اهل زندگی نیستی؟ فقط برای همین اومدی اینجا؟ بلد نیستم خیانت کنم، حتی به تو که... آره، آره، میفهمم. فقط راستشو بخوای یکم شوکه شدم. آخه اولین باری که میبینم یه نفر میاد زن آدمو ازش خواستگاری میکنه. دلت میخواد یکی از همین روزا یهو ناپدید بشی و دیگه هیچکی نتونه پیدات کنه؟ دوست داری اون پرونده سیاسی دوباره به جریان بیفته؟ آره. سه روز بهت وقت میدم که فکراتو بکنی، طلاقش بدی. روز چهارم نمیدونم چی کار میکنم و چی میشه. من یه بار مردم و زنده شدم، از این چیزایی که تو میگی نمیترسم. خواستم ببینم وقتایی که خونه نیستم تو چی کار میکنی؟ گلم براش برده بودی؟ از کجا فهمیدی داره میاد؟ با هم تماس داشتیم؟ نامه مینوشتیم؟ دل میدادین و قلوه میگرفتیم؟ چی داری میگی؟ چه نقشه ای کشیدیم؟ تو داری اشتباه میکنی؟ میخواییم باج بگیریم؟ فکر کردی من خرم؟ بی غیرتم؟ حمید رفته بودم بگم ازدواج کردم، شوهر دارم، شوهرم دوست دارم. میخواستم بگم تو گاه خوردی، غلط کردی. مؤدب باش، اینجا که نمونیش. دختر کسافت، تو لیاقت این زندگی نداری.
ممکنه کار من یه خورده طول بکشه. تو نمیای تو؟ نمیجم برو، من حوصله شلوغی ندارم. نمیجم برو، من حوصله شلوغی ندارم. یکی اینجاست که اگه ببینش خوشحال میشی. یا کی؟ برو پایین. تو اول بگو کی. برو پایین. بگو کی. برو. الو. آره جلو در خونه ایم. دروازه کن داریم میایم تو. بودو 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 بودو. فکر نمی‌کردم دوباره ببینمت. تو تنها دوستی بودی که واسه ما همیشه حرف برای گفتن داشت. نگران من نباش، حالم خوبه. تنها نیستم، فقط جدام. افسردم نیستم، خستم، خسته. از چی؟ از این الکی زنده بودنه، بیهودگیه. انگار همه چی گند گرفته، بوی عفونت داره خفه میکنه. شنیدن این حرفا دیگه واسه من تازگی نداره. میدونی روزی چند نفر مثل تو میان مطب من؟ چجوری گورشو میزنی خانم روانشناس؟ پوچی و سرخوردگی شما بیشتر از اون که فلسفی باشه تحمیلیه. اگه شرایط زندگی و وضعیت اجتماعی تو متوجه بشه، حالتون خوب بشه. خوب و بد چه فرقی با هم دارن؟ تو امیدو چجوری تعریف میکنی سامان؟ امیدوار بودن یا نبودن خیلی ذهنی. هیچی، من خیلی وقت فهمیدم که هیچ فرقی نمیکنه آدم خوب باشه یا بد، شاد باشه یا غمگین. شاد باشه یا غمگین،
شریف باشه یا خائن، چون من همه چی رو با هم برابر می‌کنم. تو چرا خودکشی نمی‌کنی؟ منم به مرگ علاقه‌مندم، اما مرده‌ای نیستم که منتظر مرگم باشم. آدم زنده‌ای هستم. از نظر منم زندگی شورش علیه همین کوچه، نه خودش. راستش منم دیگه قصد مردن ندارم. فکر میکنم میتونم واسه یه نفر مفید باشم. میخوام هر کاری از دستم برمیاد براش انجام بدم. سلام برسه. راجب دعوای دیشبم یک کلاغ چود کلاغ نکنی. خودم شب میام براش توضیح میدم. این پسر همین دو سه روز پیش خودکشی کرده جناب سروان. افسرده است، قاطیه. ملاحظه بفرمایید، خودش هم نمیفهمه داره چیکار میکنه. اینم گواهی پزشکیش. جناب سروان، ایشون از اون سر دنیا پاشده اومده اینجا به بنده میگه زنتو طلاق بده، منو تهدید به مرگ میکنه و مدام داره برای همسر بنده ایجاد مزاحمت میکنه. فکر کرده توی این مملکت به غیر از خودش هیچ کس مرد نیست. موضوع اینه که همسر ایشون نامزد سابق برادر من، نامزد سابق برادر شما بوده، الان زن رسمی من آقا. خیلی خب، آروم آروم. حرف حساب شما چیه؟ حرف حساب؟ بله، گفتم حرف حسابتون چیه؟ حرف حساب من و شما جام صرف متوجه نمیشین. ایشون برای شما مزاحمت ایجاد میکنن خانم؟ نه خیر. خیلی خوب، من پرونده رو میفرستم دادسرا. این آقا هم تا وقتی شما سند بیارین تو بازداشت میمونن. بفرمه. خیلی ممنون جناب. باشه بریم. من شب نشده حتما سند جور میکنم آزادش میکنم. خودت خواستی. فقط خواستم قضیه تموم بشه، همین. همه چی تموم بشه ها؟ از این به بعد پا تو از در خونه بدون اجازه من نمیذاری بیرون، جواب تلفن‌ها رو هم نمیدی تا تکلیف این قضیه روشن شه. شیفم شد؟
ساعت پیش پروانه زنگ زده بود. میگفت خیلی دلش برات شلوغ میزنه. گله میکرد که بچه‌اش 4 ساله شده هنوز یه دفعه هم دایی سامانش رو ندید. تو نمیخوای یه سری بهشون بزنی؟ تو 3 روز دیگه هم که سالگرد باباست. میتونین با هم برین سر خاکش. بیا. بلیط شیرازه. فردا صبح ساعت 7 پروازت. توالت خوبه؟ نه. تبسم. تبسم. راحت باش. اومدم ازت معذرت بخوام. خب رفتار من واقعا احمقانه بود. ولی تو هم باید به من حق بدی. بالاخره اون یه روزی عشق تو بوده و طبیعیه که من بهش حسادت کنم. یا اینقدر از دست تو عصبانی بشم که بخوام دست رو بلند کنم. بذار من باش حرف بزنم. شاید بتونم یه جوری... مشکل من اون نیست. خودت هم میدونی که اگه بخوام راحت میتونم از شرش خلاص شم. ولی نمیخوام تو از من متنفر شی. تبسم. هر روزم دوستم داری؟ یه سوالی ازت بکنم راستشو بهم میگی؟ دوستش داری؟ حمید من با تو خیلی خوشبختم. دروغ میگی؟ باور کن. داری دروغ میگی. ولی اشکالی نداره. اشکالی نداره. پاشو لباسات جمع کن میریم شمال. میخواییم دوتایی یه هفته با هم خلوت کنیم. میدونی بیژن، نمیخوام بیشتر از این گذشته رو فراموش کنم. اون دومش خوب جایی گره زده برای داره من. تو نباید باش در شاخ باشی. یعنی تو هم میگی بی تفاوت باشم نه؟ نه. میگم ببخشش سامان جون. بذار همه چی تموم بشه. اگه زورم بهش میرسید شاید میبخشیدمش. بدیش اینه که تو تنهایی. مهم نیست. هر بلایی هم که میخواد سرم بیاره بیاره. ولی در عوض تبسم جوری زندگی کنه که بتونه نفس بکشه. تو هیچ کاری نمیتونی بکنی. ولی سعیمو میتونم بکنم. آقای صراف نیستن، رفتن مسافرت. شما نمیدونید که برمیگردن؟ نه خیر. ممنون. اسیره اسیره تا بمیره. میدونی بدون تو دلم آروم نگیره. میدونی دل تنگ تو نموده آهنگ تو. ولی بیهوده گویم بسی بیهوده جویم. چیه؟ با من حال نمی کنی؟ نکنه میخوای این دلخوشی های کوچیکم ازت گدایی کنم؟ ها؟
سامانو ببینی حالت خوب میشه ها؟ شد یه بار تنها باشیم و حرفون نیری وسط. فکرمون هیچ وقت نذاشت منو تو تنها بشیم. ولی کیه؟ کیه این وقت شب حمید؟ کسی نیست؟ همسایه بغلی؟ برم ببینم چی کار داره. آدرس اینجا رو تبسم بهت داده؟ یا از مادرش گرفتی؟ میخوام بدونم تصمیمتو گرفتی یا نه. خب اگه بگم نه تو چی کار میکنی؟ منو میکشی؟ فقط میخوام تبسم بلش کنم. حاضری انتخابو بذاریم به عهده خود تبسم؟ ها؟ خب بس بیا تو، زیر بارون خیس میشیم. بیا تو ستایی میشینیم حرف میزنیم، شاید به این نتیجه رسیدیم ها؟ حرف زدن با تو فایده نداره. مگه ادعا نمیکنی هر کاری میکنی به خاطر تبسمه؟ خب بیا تو نظر اونم بشنو، بعد میگم. نه تا بیا تو. شدی عوضی چنده؟ آه خب تو چی کار کردی؟ شو
مجبور شدم ویلا رو خالی کنم. یه نفر زنگ زد گفت صبح اول وقت داره میاد اونجا. تو چرا گوشی رو برداشتی؟ فکر کردم تویی. حالا میخوای با این چیکار کنی؟ زنده است؟ صراف من گفته بودن اول وقت چه کارو بیارم که امضا کنن، ولی وقتی رسیدم دیدم هیچ کس نیست، همه چی هم مشکوکه. به چیزی که دست نزدیم؟ خیر، تا لکه های خونو دیدم زنگ زدم به شما. دشمنی، خصومتی، چیزی با کسی نداشت؟ من از زندگی خصوصیش خبر ندارم، ولی شنیدم چند روز پیش به خاطر خانومش با یکی دعوا شده بود. اسم طرفو میدونی؟ خیر، ولی باید تو کلانتری یوسف آباد پرونده داشته باشن. نمیتونم. سامان! باید از شهر این جنازه خلاص بشیم سامان! مگه با تو نیستم! نمیتونم! نمیتونم! آدرسش نوشتم، همونجا منتظر میشه تا برات بلیط هواپیما بگیرم. وقتی زنگ زدم فوری حرکت میکنی میای. مواظب باش توسام فرار نکنه، اگه فرار کنه همه چی خراب میشه سامان، فهمیدی؟ تو چی کار میکنی؟ این پیشت باشه ولی جای زنگ نزن. برو دیگه، خداحافظ.
تبسم. تبسم. بیا بریم پیش پلیس سامان. تو باید خودتو معرفی کنی. اگه واقعا بیگناه باشی من بهت کمک میکنم. تو خودت حرفای منو باور نمیکنی. توقع داری پلیس باور کنه؟ اگه فرار کنی فقط جرم خودتو ثابت کردی. اگرم بمونم اونا جرم نکردم و به هم ثابت میکنن. من حوصله بازجویی و زندان دیگه ندارم. من قاتل نیستم تبسم، ولی گناهکارم. هر گناهی با مجازات بخشیده میشه سامان. حرف منو گوش کن. یعنی حمیدم دیگه بخشیده شد؟ تو خدا نیستی که در مورد دیگران قضاوت کنی. ولی من خوب میدونم که اون چه کارهایی تو زندگیش کرده بود. تو هم میدونی. سال 78 وقتی ریختن تو دانشکده دکتر آذری رو گرفتن و یادته؟ کی گزارشی کلاسای دکتر رو داده بود؟ کی لباس شخصی رو خبر کرده بود؟ حمید باعث دستگیری و اخراج اون از دانشکده شد. اون منو تشویق کرد که از ایران برم به عنوان زندانی سیاسی پناهندگی بگیرم، فقط واسه این که به تو برسم. هزار تا دلیلم واسه بد بودنش بیاری الان چیزی عوض نمیشه. پس اون آدمایی که زندگی و جوانی ما رو حروم کردن چی؟ نباید تاوان پس بدن؟ یه نگاه به خودمون بنداز. مگه ما با مرده ها فرقی هم داریم؟ تو میخوای با این حرفا وجدان تو آروم کنی، ولی بیفایده است. نمیتونی خودتو تا ابد گول بزنی. یک آدم کشته شده، میفهمی یعنی چی؟ الو. سلام، چه خبر؟ برای امشب یه بلیط آنکارا گرفته، تو فرودگاه منتظرت. بیشه من میتونم تبسمم به خودم ببرم؟ اونم بیارش، اشکال نداره. یعنی چی مگه میشه؟ تو نگران نباش، یه کارش میکنی. تو الان کجایی؟ مشکلی پیش اومده؟ کمک به فرار متهم به جرایم اضافه میشه. ببریدش. بلندشو بریم. پاشو. بجنب. باید بریم. من با تو نمیام. فکر کردی بهت رحم میکنم؟ من کاری نکردم که به خاطرش بترسم. ولی تو از الان محکومی. اگه برگردی هر کسی حاضر سنگ اولو بهت پرت کنه. پشت سرت خالیه، هیچی نیست که بخوای پاش واسی. مهم اینه که با خودم رو راستم. اگه میدونستم عدالتی هست میموندم همه چیو به گردم میگرفتم. ولی جایی که همه چی غلطه درست بودنم غلطه. حرفات منو میترسونه سامان. تو واقعا دیوونه شدی. پشتو باید بینیم به سمت مرز. من هر جا بتونم فرار میکنم. لوت میدم، ولم کن. تبسم، ما این راهو تا آخرش باید با هم بریم. دوست دارم هر اتفاقی میفته برای جفتمون میفته. سه دقیقه وقت داری بیای بیرون. بهتره بیشتر از این منتظرم نذاری. میدونی بدترین کار حمید چی بود؟ نذاش خودت باشی. ساکت باش. اون تبسمی که تو ذهن من بود به خاطر توقیف یه روزنامه یه هفته توی مسجد دانشگاه موند. حتی دو روز بعد از شکستن تحسن روزش رو نشکست. اونقدر دلیر و شجاع بود که به خاطر دل بردنش دست به هر خریتی می‌زدن.
خیلی خوب، اصلا حق با توه. من هیچی نیستم، هیچی هیچی. ولی من نمیذارم اینجوری بمونی، تو باید خودت باشی. خواهش میکنم ازت آروم. بفهم. سلام، خسته نباشید. سلامت باشید. کارت ماشین گواهی نامه. بله الان میدم خدمتتون. اجازه بدین فقط ببینم بردم. خدا کنه جا نذاشته باشم. تبسم، صدای منو میشنوی؟ تبسم، تبسم، تبسم. قصد بازجویی ندارم، فقط میخوام چند تا سوال ساده ازش بپرسم. باشه، ولی اون تازه به هوش اومده، لطفا زیاد خستش نکنه. بسیار. میتونین حرف بزنین خانم صراف؟ ما میخواییم بدونیم چه اتفاقی افتاده. جسد رو کجا انداختی؟ طلاقش ندادی؟ پس چطور خونه و ماشینش دست توه؟ تازه کلید هر کجا رو هم میخوای بهت میده. خب زنم نیست، ولی دوستم که هست. نظر برادرت هم راجع به رابطه نامشروع اینطوریه؟ به نظر من عشقه که یه رابطه رو مشروع یا نامشروع میکنه، نه عقدنامه محضری. رابطه سامان با تبسم هم کاملا افلاطونی بوده. اگه اینطوره، پس تبسم هم با شوهرش رابطه نامشروع داشته، درسته؟ چرا مسخره بازی در میاری؟ این تو بودی که به سامان کمک کردی و بهش خط دادی. میدونی الانم کجاست و داره چه غلطی میکنه؟ اگه میدونستم باز بهتون نمیگفتم کجاست. چون برادرمه. میدونی چند سال زندانی میشی؟
بعدم نمیاد فرصت کنم یه چند سالی بشینم یه گوشه ای فکر کنم و بنویسم. باشه، پس منم کمکت میکنم یه خود بیشتر بنویسی. خانواده شوهرت علیه تو شکایت کرده، طبیعی هم هست، پسرشون مرده، قاتل دوست و پسر سابق زنش بوده، زنم بعد از کشته شدن شوهرش یه شبانه روز با اون گذرونده. اگه یه کسی این قصه رو برای تو تعریف کنه تو چی فکر میکنی؟ اگه هم دستش بودم که خودم از ماشین پرت نمیکردم. کاملا درسته، ولی کافی نیست، تو باید کمک کنی تو دلایل قانع کننده تری براشون پیدا کنی و اینم کار خیلی سختیه، متوجهی؟ من قضاوتی ندارم، ولی اگه خودت هم قاتل باشی از نظر من 50% مقصری، چون این وظیفه شوهرت بوده که قبل از ازدواج تحقیق کنه ببینه تو چه جور دختری بودی، با کیا میگشتی، روابطت چه جوری بوده. تازه بعد از ازدواجم باید چشم ازت بر نمی‌داشته تا همچین اتفاقاتی پیش نیاد. اون دیگه مرده، شما بهتر از سر تقصیراتش بگذریم. ما دنبال اطلاعاتی هستیم که به دستگیری سامان فنایی کمک کنه. بنابراین هرچی راجع به اون و دوستاش، نقشه هاش. دارخانه دکتر آذری از وقتی که آزاد شد دیگه بهش اجازه تدریس ندادن. اون هم سهم پدرشو از اون دارخانه گرفت و باهاش یه باغ خرید. الان هم همونجا داره کشاورزی میکند. آدرسشو داریم؟ شما شاگردش بودین؟ بله، هم بندش هم بودم. شوهرتون زیاد مسافرت میرفت؟ هفته ای 3 روز. پس میشه گفت نصف این مدتی رو که با همدیگه زندگی میکردین خونه نبوده. من اعتراضی نداشتم. فکر نمی کردین برای یه مرد سخته که مدت زیادی رو بدون همسرش بگذرونه؟ شما خبر داشتین که همسر اول حمید و بچهش توی دبی زندگی می کنن؟ دروغه. ولی پدر مادر حمید گفتن شما از اول حمید شو می دونستی. می تونم ببینمشون؟ باید صبر کنی تا دادگاه تشکیل بشه. به قیافتو نمیاد انقدر احمق باشی. کیه؟ سلام استاد. سامان؟ از تبسم چه خبر؟ بالاخره ازدواج کردیم؟ نه هنوز. قدرشو بدون. ما اینقدر سرمون به درس و جنگ و سیاست مشغول شد که وقت عاشق شدن رو از دست دادیم. لااقل شما حواستون رو جمع کنید. وضع ما بهتر از شما نیست آقای دکتر. راستش هر وقت یاد دانشگاه و کلاسای خودم میفتم فکر میکنم آیا حرفای من ارزشی اینو داشت که زندگی چند نفر مثل شما به خاطرش زیر و رو بشه؟ نمیدونم. یعنی شما هم دچار شک شدین؟ نه، ولی احساس میکنم یه جورایی به شما مدیونم. وقت خوردنشه. اوف. بفرمایید. بسم الله. مردا هر کاری واسه خاطر
خودشون میکنن عزیزم. زن واسه شون یه بهانه است که قدراتشون به رخ همدیگه بکشن. فکر نکنی دوست داشتن و دعوا سر اینه که تو مال کدومشونی. تازه اگه یه مرد خیانت کنه اشکالی نداره، به جون تو اشکالی نداره، ولی این زن باید سنگسار بشه. حکم تو هم همینه. مگه شانس بیاری و پسر دستگیر بشه و همه تقصیرها رو به گردن بگیره؟ اگه شانس بیاره، ولی همون 10-20 سال براش میبرن. از کجا انقدر مطمئنی؟ کار خلاف قانون رو زودتر به آدم یاد میده. من اشتباه کردم. قصتشو نخور، اینجا همه تر خشک با هم میسوزن. بگیر. مردا هر کاری رو واسه خاطر خودشون میکنن. دعوا سر اینه که تو مال کدومشون. اگه یه مرد خیانت کنه اشکالی نکنه، اشکالی نداره. زن باید سنگسار بشه، میفهمم همین. زن باید سنگسار بشه، زن باید سنگسار بشه، میفهمم. زن باید سنگسار بشه. اینجا تر خشک با هم میسوزن. من اشتباه کردم، اشتباه کردم. دکتر، اینجا هم سامان. دیگه چی کار میکنین؟ میبینی که کلاسامو اینجا دایر کردم، به اینا درس میدم و ازشون درس میگیرم. هم سامان دارم، هم تبسم، اما از جنسی که کار دست خودشون نمیدن که من احساس تقصیر کنم. یه دانشگاه خاموش. دیگه چی؟ کتابم نشخار میکنم، البته بیشتر میخرم و تلمبار میکنم. واسه چی؟ واسه این که عاقل‌تر از چند سال پیش شدم. به این نتیجه رسیدم که اگر اینجای آدم هم عوض بشه، دنیای اطرافش تغییر نمیکنه. ولی مهم اینه که وقتی توی لحظه داری عمل میکنی، اون لحظه از رفتار خودت راضی باشی. یعنی شما دغدغه های قدیم رو دیگه ندارین؟ دوره قهرمان بازی گذشته. هیچ کاری نباید کرد. فعلا که پای عمل لنگه. شما آدم بدون پشتوانه‌ای مثل حمید چطور تونسته توی سن 27 سالگی یه شرکت اینجا و یه نمایندگی توی دبی داشته باشه؟ فکر نمی‌کنی زد و بندی داشته یا توسط شخص و جریانی حمایت می‌شده؟ من اطلاعی ندارم. ولی چند نفر از همکارای من دارن حسابای اونو بررسی می‌کنن تا سر از روابطش در بیارن. البته مطمئن نیستم کارشون نتیجه بده. این موضوع چه ربطی به من داره؟ مسئله اینجاست که حرفایی که سامان در مورد حمید زده کاملاً درست بود. حمید علیه هر دوی شما پرونده سازی کرده بود، ولی تو شرایط فعلی این مسئله اصلا به نفع شما نیست، چرا که ثابت میکنه تو و سامان دلایل کافی برای تسویه حساب و کشتن حمیدو داشتین. متوجه حرفای من میشین؟ انتظار داشتم قبل از اینکه پلیسا بیان اینجا بهم میگفتی که چی شده. من از اینجا میرم. حمید هر کاری هم که کرده بود، تو حق نداشتی که زندگیشو ازم بپاشی. من هر کاری کردم به خاطر تبسم بود. فردا یه نفر رو پیدا میکنم از مرز ردید کنه. امشب اینجا بخواب. آدم بدون پشتوانه ای مثل حمید چطور تونسته توی سن 27 سالگی یه شرکت اینجا و یه نمایندگی توی دبی داشته باشه؟ فکر نمی‌کنید توسط شخص و جریان حمایت می‌شده؟ شما خبر داشتید که همسر اول حمید و بچه‌ش توی دبی زندگی می‌کنن؟ تو و سامان دلایل کافی برای تسویه حساب و کشتن حمید داشتید. حمید علیه هر دوی شما پرونده‌سازی کرده.
حمید باعث دستگیری و اخراج اون از دانشگاه شد، فقط واسه این که به تو برسه. کجا بودی؟ رفتم زنگ زدم تبسم که نبود. از وقتی رسوندمش بیمارستان ازش خبری نداره. خیلی خوب، بیا کمک کن زود را بیافتیم بریم. نیم ساعت پیش سامان زنگ زده خونتون. مادرت گفته رفتی بیرون و برمیگردی. منم نمیخوام حرفاش دروغ از آب در بیاد. باید همه تلاشتو بکنی. ازش بخوا که خودشو تسلیم کنه. قبول نکرد باش قرار بذار. نمیدونم چطوری، ولی این آخرین شانسته. اگه موفق بشی، منم قول میدم از دادگاه برات تخفیف بدم. قبوله؟ برسون شما رو مرسی بون منو مزیزه بودی گزو میسته جوری میبرمش که آب دیگرش تکن نخوره همین دوره برا باش تا چند ساعت دیگه حرکت میکنیم نشستم مواظب خودت باش ممنونم واسه این سالها کاری نکردم صبر کنی با خدا همه چی درست میشه دیگه بیفایده است مامان این داغ ننگ خورده رو پیشونی میخوام برای مجازاتی که میشم دلیل داشته باشم پس با وجدانت چه کار میکنی؟ همون کاری که همه میکنن کلا سرش میذارم ولی من اجازه نمیدم خودت از بین ببری من خیلی وقتی که از بین رفتم مادر نمیبینی؟ میدونم دختر خوبی برات نبودم ولی برام دعا کن سلام الان نزدیک مرزم دوستشم قبل از رفتن صداتو بازم بشنمه میدونی با من چی کار کردی؟ کاش میتونستم کمکت کنم پس فرار نکن پس یا بمونه کنار من باش یا منم با خودت ببر توسام این حرفا رو پلیس هم دارن میشنون نامیدم نکن سامان اولین باری یکی چیزی ازت میخوام خواهش میکنم کاش دیگه تلفن نکن من پشیمون شدم فقط یه اسلحه میخوام هر چقدرم پول بخوای بهت میدم اسلحه؟ فقط یه اسلحه فردا سر ساعت 2 تک و تنها میای میدون ایالت ارومیه اگه یه نفر دیگه همراهت ببینم نمیدونم چی میشه و چیکار میکنم
منتظرتم. اسلحتو بده، اسلحتو بده، بیا پایین. آره، من احمق این کثافت رو دوستش دارم. ما با هم همدستیم، میتونی بری اینو به همه بگی. چرا این کارو کردی؟ برای اینکه فکر میکردم مقصرم. تو رو دوست داشتم، با یکی دیگه ازدواج کردم. نمیدونستم که عشق نفرینه و دامنگیرم میشه. تبسم، من به خاطر تو حاضرم هر کاری بکنم، تسلیم شم، بجنگم یا کشته شم. به خاطر اینکه تو آزاد باشی، زندگی کنی، لذت ببری. حالا مگه حرفی هست؟ حرف توه. وقتی راه برگشت نیست، باید تا آخر رفت. بذار هر اتفاقی میافته واسه جفتمون بیافته. یا اینو جا گذاشتی. امشب دستام گرمه گرمه، اصلا عرق نمی کنم. امشب قشنگترین شب زندگی من، شاید هم آخریش.
الان برای مهم نیست. برای من هم همینطور. دستتون رو بزنی رو سرتون رو پیاده شی. شما هیچ راه فراری نداری. بهتر به حرفو خوب گوش کنی. هیچ کس رو زیر مرگ شما نیست. هنوز میتونی انتخاب کنی. مگه نگفتی هر اتفاقی افتاد بهتره واسه جفتمون بیفته؟ دوست دارم. من بیشتر. چشای ساده سرنوشت